من درخواست زدم برای خانم دکتر مهران. سلام لاله جون، خوب خوب هستی؟ هستی؟ قربانت بشم. مرسی، تو مرسی. خوبی؟ بله مرسی، چقدر خوشحالم میبینمت. مرسی. و من اجازه بدین که این پیام ها رو قطع کنم و اینکه بتونم یه معرفی کوچیکی بکنم. البته فکر کنم همه کسایی که امشب اینجا هستن شما رو به خوبی میشناسن. خانم دکتر لاله مهراد دکترای روانشناسی بالینی از امریکا دارن، استاد دانشگاه، محقق، مترجم، نویسنده و هیپنوتراپیست هستن. مؤسسه جوی رو بنیان گذاشتن که کارش همین کارهای روان درمانی مشاور فردی گروهی هستن و به نظر من از همه مهمتر اینکه خانم دکتر مهراد قلبشون برای آدما میتپه و دائم مشغولن که یه کاری بکنن که یه فایده ای برسونن. خیلی خوشحالم که امشب هستید و خیلی متشکرم ازتون. ممنونم ازت. همه اون چیزایی که در ابتدا معرفی کردی به یه طرف، اون جمله آخر به یک طرف، دقیقا همین چیزیه که احساس میکنم و مرسی ازت. مرسی، خیلی خوشحالم که هستم اینجا و چه منظره زیبایی پشتت هست و همه چیز عالی. من خوشحالم که اینجا هستم. مرسی شهناز عزیزم. مرسی. و سوال صحبت امشب رو شروع میکنیم. موضوعمون همجور که میدونین باوندریز هست یا حد و مرز در روابط، و خیلی وقتا خیلی مرز ظریفیه بین حد و مرز و کنترل کردن و یا حد و مرز و خشونت، و به خصوص توی روابط ما ایرونی ها بیشتریامون رابطه رو که محبت میدونیم شاید که رابطه بدون حد و مرزه، بدون حریمه، و خیلی ممنون میشم که توضیح بدید. مرسی، خیلی ممنون اولا از این عنوان فوق‌العاده‌ای که انتخاب کردی. من عنوانش رو به دلایل خیلی زیادی دوست دارم، به خاطر اینکه وقتی ما منو ببخشید، صبح صدای من تا شروع بشه به فعال شدن طول میکشه. وقتی که ما حد و مرز و حریم نداریم یا باوندری هامون رو رعایت نمی کنیم، در واقع خودمون رو در اسارت در میاریم، در اسارت دیگران در میاریم، از اصالتمون دور میشیم، از خود واقعیمون دور میشیم و این محدودمون میکنه و تمام اینها باعث میشه که اوورولم بشیم، خسته بشیم توی زندگیمون، خستگی مفرط پیدا کنیم، اصلا بیماری های مختلف پیدا کنیم، دچار سردرد های مختلف، خیلی چیزهای مختلف بشیم، استراب، انگزایتی، افسردگی، اینها همه از نشون، حتی OCD، اینها همه میتونن از سیمتوم های نداشتن حریم باشه. اما به همین دلیل من خیلی واقعا قدردان این هستم که این عنوان رو انتخاب کردین و گذاشتی. این که اما حریم اصلا چی هستش و چرا توی رابطه ها، به خصوص رابطه های عاشقانه که اشاره کردیم، اهمیت پیدا میکنه و چرا این حدش واقعا هی مخلوط میشه با چیزهای دیگه. حریم رو یا باوندری یا حد و مرز رو، ببخشید من هی باوندری رو تو ذهنم حریم ترجمه میکنم، به خودم ریمایند میکنم که ترجمه شما حد و مرز هست، برش گردونم. نه نه، خواهش میکنم. حد و مرز رو خطی میدونن توی دیکشنری هستش، خطی که دور یک محدوده میکشیم که اون رو جدا کنه از بقیه یا تقسیمش کنه، مشخصش کنه از جای دیگه. خب این اگه تعریف لغویش باشه، ما ببینیم توی خودمون، توی زندگیمون چطوری حد و مرز برامون معنا پیدا میکنه و چطوری میتونیم خطر رو بکشیم و آیا اون خطی که میکشیم اونقدر سفت و محکمه که هیچ کسی نتونه واردش بشه. یعنی در واقع یه خط نیست، نرده هم نیست، یک دیوار بلند هستش که هیچ کس نیاد روش، هم سیم کاردار پیچیدیم. خب این خودش بیمارگونه است، یعنی این باز یه اختلاله، بیمارگونه شاید بهتر باشه نگم، یک اختلال هستش. من از ترس صمیمیت اونقدر محدودم رو زیاد میکنم که هیچ کسی نتونه واردش بشه، اون دیوارهای بلند رو در نظر بگیریم. اما در جای درستش اگه باشه این هست که من با
افرادی که خیلی نزدیک به من هستن چه محدوده ای دارم، با افرادی که یکم دورتر هستن چه محدوده ای دارم، با افرادی که خیلی دورتر هستن چه محدوده ای دارم. و همینطور این میره توی جهان هستی، اصلا جای من تو جهان هستی کجاست، حد و مرز من چیه. اگر من آشغال میریزم روی مثلا توی طبیعت، یا مثلا شیشه آبم رو همینطوری رها میکنم، شیشه پلاستیکی رو رها میکنم توی طبیعت، این تجاوز به حریم طبیعت هستش. یعنی حتی ما توی اسکیلای بزرگتر هم این حریم رو داریم که باید بهش توجه بکنیم. اما چجوری هستش که ما گاهی اوقات اشتباه میکنیم و این حریم ها رو نداریم یا نمیکشیم؟ من فکر میکنم دو تا بخش میتونیم براش قائل بشیم. یکی از بخش حالمون، من نسبت به خودم آگاهی ندارم، من خودم رو ولیو هامو نمیشناسم، ارزش هامو نمیشناسم، یا اینکه مثلا هدفمو نمیشناسم. مثلا من قراره الان با شما اینجا یه لایف داشته باشم، میگم حالا اشکالی نداره 5 دقیقه دیرتر، قبلش 2 دقیقه درست به ساعتمون زنگ بزنم به کسی، یا کسی که زنگ زد روم نشه بگم نه و جواب بدم، خب از کار دیگه منو میندازه. یعنی هدفم برای خودم مشخص نباشه، اولویتام مشخص نباشه، اینها همه باعث میشن که من یک اشتباه بزرگی بکنم، حریمم رو یا خیلی باز بذارم یا خیلی ببندم. وقتی چند بار این اتفاق بیفته دور بشم، شروع میکنم به بستن بستن بستن، اینقدری که دیگه اجازه نمیدم هیچ کس وارد بشه، چون هر کسی که بیاد تهدید میبینمش. میدونی یه جورایی میتونم بگم که خانم فرناز فرود عزیزم، میتونم بگم اگه من حل مسئله بلد نباشم، به جایی که مسئله رو حل کنم، صورت مسئله رو پاک میکنم. درسته؟ همین اتفاق هم میتونه تو بخش حریم ها بیفته. مسئله بعدی که هستش، که گفتم دو تا دلیل میتونه داشته باشه، خانواده ها و اون ناخودآگاه ما هست. اگه این بخش رو بخش آگاه بگیریم، این ناخودآگاه و هرچی عمیق تر بشیم، حتی ناخودآگاه جمعیمون به ما اجازه میده که یه کارهایی رو بکنیم چون اصلا نمیدونیم که این حریمه. بله، نمیدونیم، خیلی وقتا نمیدونیم که حریم کجاست. آره، برای من خیلی جالب بود، اصلا داشتم این مطلبی رو می نوشتم که همین روز ساله بخشید تلفن زنگ خورد و قطع کردم. ببین، من داشتم این مطلبی رو می نوشتم برای سال جدید میلادی و دقیقا به همین داشتم فکر میکردم که چقدر جالبه که هشتگ هایی که توی اینستاگرام میاد چیزهایی هست که چیزهای اولیهی هست که ما قرار هست بدونیم. مثلا نه یعنی نه. خب نه یعنی نه، میدونید؟ و متاسفانه فرهنگ، جامعه، محیط، گاهی اوقات حتی باورهای شخصی ما یا حتی باورهای اعتقادی و مذهبی ما باعث میشن که ما این خط و حریم ها رو هی واردش بشیم و بیاییم بیرون. برای همین خوبه که در ابتدای رابطه اصلا برای خودمون تعریفش کنیم، قبل از اینکه تعریف کنیم برای یکی دیگه، برای خودمون تعریف کنیم. من یه عالمه چیز گفتم و همینطور هی داره این بحث منو میبره توی خودش، منو هیجان زده میکنه. اینکه ببین، تا وقتی من خودم ندونم که چه چیزی حریممه، چطوری میتونم به دیگری بگم که اینجا حریم من هست؟ پس اولین کاری که من میکنم اینه که برای خودم حریمم رو بشناسم. دومین کاری که میکنم این که اون حریمم رو در شفافیت مطرحش کنم، به طرفم، به کارم، به محیطم، به یارم، به همه جا، باید به بچه هام، به دوستام، به پدر و مادرم
این رو اعلانش بکنم، یعنی شفافیت بیارم براش، و تو مرحله بعدی به اون متعهد باشم. این کمی تعهد رو من خیلی دوست دارم، به خاطر اینکه خیلی چیزا توش داره، میدونی، همین که منو تو فضای آگاهی نگه میداره، رو فضای اعلانام نگه میداره، روی دوست داشتن خودم نگه میداره، روی احترام گذاشتن به کلام خودم و در تمامیت بودن با کلام خودم نگه میداره. میدونی اون تعهده خیلی کارا میکنه. یکی از کارهایی که اینجا میکنه اینه که تداوم میده به کارم. یعنی اگه من بگم مثلا بدون هماهنگی لطفاً نیاین دم خونه من و این رو همه بدونن و واضح هستش، اون موقع تداوم داشت. اگه یه بار اومدم میگم اشکالی نداره حالا بیا تو، بار دوم میگم خب حالا مهم نیست، بار سوم ناراحت بشم چرا اومدی، من که گفتم نه. این تداوم نداره، آدما گیج میشن بالاخره کدومش بیایم یا نیایم. برای همین من فکر کنم این مراحل اقلا 3 مرحله هستش که ما باید در نظر بگیریم. یکی این که بشناسیم خودمون چی میخوایم که بر مبنای همون صحبت اولیه ولیوهایی که داریم به خصوص ارزشامون هست، خواسته هامون هست، نیازهامون هست، هدفامون هست. خیلی اینطور چیزها رو بشناسیم و بعد مشخصش کنیم و با بقیه در شفافیت در میون بذاریم و بهش متعهد بمونیم. فکر میکنم قبل از همه اینها فرناز جون، نکته خیلی مهم اینه که اصلا به خودمون اجازه بدیم که حریم داشته باشیم. که باز این برمیگرده و همون احتمالاً والدین و تربیت کودکی و خانواده و فرهنگ. من یه سوالی دارم، اینه که بعضی از ماها که نگفتنمون ضعیفه، بعضی وقتا حد و مرزی رو که میخوایم تعیین کنیم با خشونت رفتار میکنیم، انگار از محکم گفتن و خشن بودن کمک میگیریم که بتونیم اون نی رو که نرم میتونیم بگیم بگیم. میخواین که در این باره هم یه خود صحبت کنیم که ما چطور میتونیم ضمن حفظ حریممون، صمیمیتمون، مهربونیمون رو پنهان نکنیم پشت حریم هامون؟ یعنی ما به راحتی میتونیم یک حریم هایی رو داشته باشیم، برای خودمون حدودی رو تعیین کنیم بدون اینکه خشن باشیم یا خشن به نظر برسیم؟ کاملا درسته و چقدر قشنگ گفتی این مسئله رو، که با خشونت میگیم چون نمیتونیم بگیم. گاهی اوقات اینطوری، آره، من فکر میکنم یه خورده یه تعریف کوچولو قبلش داشته باشیم. این که کلن جایی که من باید نبگم، آره میگم، اقتدارم رو زندگی نمی کنم، پاورلس میشم، اقتدار ندارم دیگه. جایی که آره باید بگم، نه میگم، خودخواهم. خب، به طور مثال من و شما قراره در مورد این لایف برنامه ریزی کنیم. خب شما به من میگی که میتونی برای این تاریخ بذاریم، من کار دارم ولی نتونم نه بگم. میگم وای زشته، من خیلی قلم فروت رو دوست دارم، زشته بهش بگم نه بگم، و اینجا اقتدارم رو زندگی نمی کنم. و حالا شما میگی و من وقت دارم ولی میخوام حالا به هر دلیلی، مثلا کلاس بذارم، مثلا بگم این کار رو بکنم، مثلا میدونی یه سری چیزایی که متاسفانه هست، و من میگم که به من میگی میتونی این کار رو بکنی، آه نه نمیرسم. خب این متاسفانه هر دوش، یعنی من اون حد و حریمم رو درست نشناختم و اتفاقا چون نمیشناسم تو حریم تو هم میام، چون ممکنه هفته دیگه که بخوایم تنظیم کنیم تو مجبور باشی برنامه این رو عوض کنی، در حالی که امروز برای هر دومون خیلی خوب بود. میدونی؟ پس اینجا ببخشین حرفتو قطع میکنم، من خیلی تو صحبتام راجع به راستی حرف میزنم و اینجا من از صحبت تو اینجوری فهمیدم که در واقع حد و مرز و حریم باید بر مبنای تعهد باشه و بر مبنای راستی باشه، یعنی اینکه دروغ نگیم. به نظرم اینا نکاتیه که لازم رعایت کنیم توی حریم گذاشتن. حریمی که رو دروغه جواب نمیده، جلو نمیره. کاملا، و مرسی که بهش اشاره کردی. از همینجا من میخوام یک شیرجه برم تو بحث حتی عمیق‌تر از اون.
وقتی که من خودم نیستم دیگه اصالت ندارم. من به خاطر دیگران، به خاطر اینکه تو چی فکر میکنی کاری رو میکنم یا چیزی رو میخوام یا چیزی رو بله میگم یا نمیگم. یعنی اصالت من هم زیر سوال میره. اصالت یعنی کاری رو بر مبنای باورهای خودم، خواسته خودم انجام بدم. یعنی من دوست دارم با فرناز فرود لایف داشته باشم، چرا باید پنهانش کنم؟ چرا نباید بگم؟ و میدونی این از من یه آدم اصیلی میسازه. اونجایی که آدم ها براشون مهم هست که اصالتشون رو زندگی کنن، دقیقا یه بخشش همینه. به همون نسبت هم اگر که یکی بیاد دم خونه ای من و من ناراحت باشم از اینکه اینطوری اومد، بهش میگم ببین من الان کار داشتم، ممنونم که اومدی، ولی من کار داشتم و نمیتونم بپذیرمت. و اون هم از دست من ناراحت نمیشه، چون از جایگاه اصیل بودن من میاد، واقعی بودنم میاد. و همونطور که تو اشاره کردی دروغ نیست. اگه بگم وای چه خوب شد اومدی، مرسی که اومدی، و تو دلم هرس بخورم، خب اینو آدمای دیگه هم میفهمن. ببخشید یه چیزی داشتی میگفتی. یه مقداری هم برخوردن به آدما به خاطر خود شخصه، یعنی ممکنه تو با راستیت بگی ولی من هم اگه احساس کنم از تو پایین ترم ممکنه به هم بر بخوره، فکر کنم تو منو طرد کردی، اگه متوجه نباشم که من و تو مساوی هستیم و اگه متوجه نباشم که ما تو روابط با همه مساوی هستیم و هممون با ارزشیم، ممکنه که به هم بر بخوره. تو اون مواقع چی کار کنیم؟ ببین من فکر کنم از دو قسمت میتونیم این رو ببینیم. یکی از جایگاه منی که دارم حریم مشخص میکنم، یکی از جایگاه کسی که براش حریم من مشخص شد و ناراحت شد. منی که حریم مشخص میکنم اگر از جایگاه حقیقت وجودی من میاد که زبون خیلی سادش همون راستی و اصالت هست، اگه از اون جایگاه میاد، من مسئول احساس طرف نیستم، من دارم حریم خودم رو مشخص میکنم و به زبان خوش طبعا، چون داره از جایگاه راستی و حقیقت وجودی میاد، اونجا دیگه من مسئول نیستم. اگه من ناراحت بشم از ناراحتی اون، اگه بخوام تغییر کنم به خاطر ناراحتی اون، میشم و کودیپندنسی، یعنی میشه هموابستگی دیگه، اصلا سلامت نداره. یعنی شرایط محیط، تو ناراحتی من ناراحتم، و چون تو ناراحتی من ناراحتم، من ارزشام زیر پا میذارم که تو ناراحت نباشی و تو بیشتر ناراحت میشی، چون من چرا از اول پس اینو نگفتم، پس اصالت نداشتم. و این قصه همینطور توی رودروایسی با هم یه عمر زندگی میکنیم، میدونیم میبینیم که خیلی اینطوری هستیم. میتونی تو رابطه خواهر برادری باشه، میتونی تو رابطه پدر با پدر مادرمون باشه، یا با یار و همسر و یا کارمون باشه. یعنی هی کارا رو میپذیریم بیشتر و بیشتر و بیشتر، چون حریم نداریم، و چون این حریم رو نداریم هی مشکل برامون پیش میاد. خب بخش دیگه از جایگاه کسی هستش که این حریم براش تعیین شد و الان ناراحته. طبیعیه کاملا. چرا؟ چون تا به حال این آدم انتظار داشته لاله همیشه بگه بله. حالا که یه بار میگه نه، یه هایی شوک بهش وارد میشه. این طبیعیه، ناراحت شدنی طبیعیه. و خوبه که من اگر جزو همچین کسی هستم که دارم میبینم که کسی حریم گذاشته و من ناراحت بشم، از خودم بپرسم، میتونم بپرسم آیا واقعا این حریمشه و من داشتم میرفتم تجاوز میکردم به حریمش، یا این که داره به من زور میگه. من مثلا زنگ میزنم میگم که فرناز جون من الان مثلا به 5,000 دلار پول احتیاج دارم، به من میدی؟ تو توی رو در وایسی بخوای به من بگی که آره میدم، بار دوم که به من بگی نه، من ناراحت میشم که حالا مگه چی میشه به من بدی؟ و واقعا هم این اتفاق میفته دیگه، به خصوص روی چیزایی که ماتریالیستیک هستش بیشتر این اتفاق واضح تره میفته. و من از خودم میتونم بپرسم که خب اون حق داره یا حق نداره. حق داره چون پول اونه، انتخاب اونه. یادمون باشه این کلمه انتخاب رو گفتم یه هایی یه کلیک کن، انتخاب من انتخاب او، این دوتا رو در نظر داشته باشیم.
حتی اگر من حریم مشخص کنم، انتخاب من هست، ولی وارد حریم کسی دیگه ای بشه، یعنی انتخاب او رو تحت تاثیر قرار بده، باز اینجا من دارم وارد حریم اون میشم با تنظیم، با این حریم اینجوری گذاشتن، حریم من اجازه نداره وارد حریم یکی دیگه بشه. خیلی می مهمه. آره. آره. این هم که حواس ما باشه حریم با کنترل کردن یکی نشه. دقیقا. چون بعضی وقتا یهویی تبدیل میشه به کنترل کردن. کاملا 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 درست. فکر کنم یکی از چیزهای خیلی مهمی که توی این هست، برمیگرده دوباره به همون قسمت پایین ناخودآگاهی که گفتم. خیلی از اوقات ما از ترس این که کنترل بشیم کنترل میکنیم، از ترس این که خوب نباشیم آسیب میزنیم. میدونی؟ یعنی هی میخوایم وارد اون حریما بشیم. گاهی اوقات برعکسه، ما از ترس همه اینها حریممون رو باز میذاریم، مبادا کسی رو ناراحت کنیم. من فکر میکنم برای اینکه حریمامون رو تنظیم کنیم، خیلی خوب هست که یه نگاهی بکنیم. پدر مادر من یا به هر حال اون خانواده‌ای که بزرگ شدم به عنوان خانواده اولیه من، چه رفتاری با من داشتن، چه رفتاری با خودشون داشتن، چه رفتاری با خواهر برادر و فامیل داشتن. اگه خانواده من همیشه میگفتن که وای خدا مرگم نگی اینوها خالت ناراحت میشه، وای نکنه نیا الان عمت منتظره باید بریم خونشون، مادر بزرگت پیره حتما باید بریم ببینیمشون، و خیلی از این طور چیزها که از یک چارچوب منطق میاد بیرون و دائم خانواده داشتن بقیه رو راضی نگه میداشتن و من رو هم وادار میکردن که بقیه رو راضی نگه دارم، من در بزرگسالی حریم ندارم برای خودم. من دنبال این هستم که راضی نگه دارم همه رو. حالا چه جوری راضی نگه میدارم؟ این که اگر یکی به من گفت اینقدر پول داری به من بدی، با این که ندارم برم قرض بگیرم و بدم اون پول رو تهیه کنم برای کسی، و میبینیم خیلی ها این کار رو میکنن. یا میگم پشت چک منو امضا کن، نمیخوام ولی میکنم، نه نمیتونم بگم. یا حتی رابطه جنسی، یا حتی حریم بدنی خودم، یا حتی مهمونی. میدونید من فکر میکنم یکی از چیزهایی که ما باید خیلی بهش توجه کنیم توی شناخت یارمون وقتی که داریم وارد رابطه با کسی میشیم، ببینیم که آیا اون طرف به نه بقیه احترام میذاره یا نه. این خیلی اهمیت داره. یه موقع دوستش میگه که مثلا این نوشیدنی رو بخور، این میگه که نه من نمیخوام الان، که حالا به خاطر من تو، حالا چیزی نمیشه که، حالا به خاطر من این کار بکن. نه، اون داره به حریم اون تجاوز میکنه. اما همیشه یادمون باشه ما دو تا قطب داریم، قربانی حریم و متجاوز حریم، که در موردش میتونیم صحبت کنیم. چیزی میخواستی بگی؟ من قطعه کردم. آره، من میخواستم که یک کمی هم راجع به این صحبت کنی که بحثی که پیش میاد بین کسی که میخواد حریم بگذاره و کسی که دلش نمیخواد منعی براش وجود داشته باشه، ممکنه این صحبت ها پیش بیاد که مثلا بین روابط عاشقانه و خصوص در ابتدا ممکنه که اون شخص رو متهم کنه که تو قدیمی فکر میکنی، یا این که بگه پس گذشتت کو، یا این که بگه که پس منو دوست نداری. اینا میتونه تاکتیک باشه، ولی میتونه در واقع به اون شخصی که میخواد که حریم بگذاره برای او هم یه نوع دغدغه ایجاد کنه و خودش رو ببره زیر سوال. این جور موارد شخص چه جور باید روبرو بشه که ممکنه خودش ببره زیر سوال، آیا من واقعا دارم قدیمی فکر میکنم؟ آیا من باید الان تو رابطه انقدر پیشرفته جلو برم؟ یا اینکه اجازه دارم که مطابق با اون چیزی که برای من ارزشه رفتار کنم؟ یا اینکه پس اگه مثلا یه کاری برای عمم، مادرم یا هر کسی بیشتر از اون نمیتونم انجام بدم، وقتی میگن پس علاقت کجا رفته یا گذشتت کجا رفته، و من دوچار عذاب وجدان میشم. چون میدونی خیلی مرز ظریفیه دیگه، و این حد و مرز خیلی موضوع جدیدیه تو فرهنگ ما. اگه یه خورده راجع به اینا هم صحبت کنین که کسی که داره یاد میگیره که حد و مرز بگذاره چه روش‌هایی میتونه برای تقویت اعتماد به نفسش و اینکه دچار شک نشه و خودش رو زیر سوال نبره. خیلی
خیلی نکته مهمی هستش، اون به خصوص کلمه تاکتیکی که اشاره کردی بهش خیلی چیزا رو روشن میکنه. خیلی از آدم ها میدونن چطوری از ما سوء استفاده کنن، اونا راهش رو بلدن و ما هم اجازه میدیم که این اتفاق بیفته. فکر میکنم همینجا میتونم به همون مطلبم هم اشاره بکنم که متجاوز حریم و قربانی حریم. خب ببین، اگر ما توی اون خانواده بزرگ شده باشیم که مثلا فرض کن پدر و مادر من همیشه دعوا میکردن، کتک کاری میکردن یا دعوای کلامی میکردن و به هم مثلا حرفای ناجور میزدن، من در بزرگسالیم اگر کسی فیزیکی داره به من تجاوز میکنه، من نمیفهمم، چون الگوی من اون بوده و اون اصلا حریم نبوده. اگر کلامی تجاوز میکنه باز نمیفهمم، چون کلامی اونها به هم اگر حرف بد میزدن الان هم میگن. و متاسفانه من میبینم که بعضی ها میگن حتی جلوی بچه ها همسرشون بهشون حرفای ناجور میزنه، یا توی یک جمع توی یک مهمونی کلام بدی خطاب بهش استفاده میکنه و میاد و اونم به هر حال به خاطر شرایطش تو اون زندگی مونده. و این اونجاییه که اگر یک همچین چیزی برای ما نرمالایز شده باشه، عادی انگاری شده باشه توی جامعه، توی خانواده، من میگم خانواده و مهم هست برام خانواده و فکر میکنم هم خانواده خیلی خیلی اهمیت داره، اما یادمون باشه که جامعه، فرهنگ، معلم ها هم همینطورن. به خصوص اگر کسی جزء اقلیتی بوده در جامعه، همیشه احساس من خوب نیستم و داره و اجازه میده که بقیه اون حرفا رو بهش بزنم. خب این وقتی میاد توی رابطه مثلا زناشویی یا رابطه عاشقانه یا رابطه با پدر مادرش هم باز تو همون جایگاه هست. به همین دلیل هست که من همیشه خودشناسی و سلف اورنس رو کلید میدونم برای اینکه بدونیم اصلا چجوری زندگی کنیم. از یک جایی دیگه ما مسئولیم. من به عنوان کودک تحت تأثیر تمام این مجموعه هستم و به عنوان یک ادالت، به عنوان یک بزرگسال، به عنوان یک بالغ اجازه دارم که انتخاب‌های تازه داشته باشم و برای انتخاب‌های تازه خوب هست که بتونم برم بدونم که چی میخوام، چه چیزی اضافه است توی من برش دارم، چه چیزی کم اضافه کنم بهش و برم بر مبنای یک استاندارد تازه ارزش‌های خودم رو بازنگری کنم و تعریف کنم. خب بر مبنای اون ارزش‌ها، ببخشید، بر مبنای اون ارزش‌ها دیگه قصه حله. ببینید من یه مثالی رو معمولاً میزنم برای کسانی که این جمله رو زیاد میشنون که او تو نمیخوای قبل از ازدواج رابطه داشته باشی، این یعنی که امالی الان اصلا کسی، یا اگر کسی با همچین کسی هست بهش این احساس بد رو میده به خاطر نگرانی های خودش، ولی کاری به اون الان نده، این احساس بد رو میده. میخوام بهتون بگم خانومی که دختر خانومی که حالا من در 30 سالگی ایشون فکر میکنم بود که دیدم ویدیوش رو، که قهرمان 2 المپیک بود از امریکا، توی یک برنامه جهانی اومد اعلان کرد که نمیخواد، اعتقاد نداره به خاطر مسائل مذهبیش به رابطه قبل از ازدواج. هیچ کس هم آخ و واخ نکرد، چون توی جایی هست که حق انتخاب داریم. گاهی اوقات ما خودمون زیر سوال میبریم چون انتخابش نکردیم. میخوام بگم به اون عزیزانی که براشون این سوال پیش میاد که کجا هستش که اون حد و مرز است، آیا من امولم یا نه، از خودت بپرس انتخاب خودت چیه. اون وقت هر جایی باشی برای انتخاب خودت وای میسی، چون تنها چیزی که به تو میتونه الان بگه که تو کار خوبی میکنی یا نه، زندگی بر مبنای ارزش‌های خودته و اونجاست که من احساس آرامش دارم. من وقتی شب دارم میخوابم و پلکم میاد بسته میشه، تنها خودم هستم با خودم، اونجا من با خودم این احساس آرامش رو دارم، کاری کردم بر مبنای ارزش‌های خودم. اوکی. اگه طرف من کسی هست مثلا توی رابطه، طرف من کسی هست که به ارزش من و به حریم من، یعنی من لیمیتیشن خودم رو، محدودیت خودم رو میشناسم، حد و مرز خودم رو میشناسم، اگر به این احترام نمیذاره، اصلا از خودم بپرسم برای چی میخوام با این آدم رابطه ادامه بدم.
من میگم ببینید طرفتون به نی دیگران احترام میذاره یا نه. اگه به نی خودت هم احترام نمیذاره، خب از خودتون بپرسید برای چی دارین رابطه رو ادامه میدین. شما کسی رو میخواین که شما رو همینطوری که هستین دوست داشته باشه و به نی شما احترام بذاره و حتی حریم شما احترام بذاره. یه بار توی مهمونی یک نفر به من میگفت که ببخشید ما چون تفاوت سرعت داریم، من درست. دیر متوجه میشم، معذرت میخوام. این رو میگم و سکوت میکنم. یه نفر توی مهمونی به من میگفت به خاطر من این کارو بکن. و من ازش یه سوالی پرسیدم، گفتم ببخشید اگه برای من توضیح بدی که به چه دلیل من به خاطر تو که الان باهات آشنا شدم باید ارزش های خودم رو زیر پا بذارم، حتما دوباره نگری میکنم به کاری که نمیخوام بکنم، ولی میتونم بپرسم به چه دلیل؟ از خودمون بپرسیم برای چی من باید ارزش های خودم رو زیر پا بذارم؟ برای یکی دیگه که میگه به خاطر من، معذرت میخوام، فرنشون ادامه بدی شما لطفا. نه نه، و این که بعضی وقتا یه خانوم به خصوص معمولاً چون حد و مرز برای خانوما مشکل تره گذاشتنش، برای اینکه همیشه زنها یاد گرفتن سنگ صبور باشن، گذشت داشته باشن، مادر نمونه باشن. بالاخره آشنا شدیم با این مسائل و حالا میخوایم حد و مرز بذاریم. بچه هامونم 17-18 سالشونه، شوهرمونم 20 ساله که ما رو یه جور دیگه دیده. چه جوری میتونیم نرم یا سریع، من نمیدونم، شما بگین چجور ما میتونیم این حد و مرز رو بگذاریم به طوری که ما جدی گرفته بشیم اما به هم نریزه اون کانون خانوادگی. آره این خیلی سوال خوبیه. میدونین چرا؟ به خاطر اینکه داشتی میگفتی من داشتم فکر میکنم آره توی یک مثلا دوره 20 ساله خانواده یک داینامیکی رو یا یک پویایی رو پیدا کرده که الان یه هایی من میخوام کلش رو به هم بریزم شاید کار نکنه. به همین دلیل اگر مثل دقیقا ماشینی که داره به سرعت میره و یک دفعه اگه بخواد بپیچه چپ میکنه و آسیب میزنه به خودش و به بقیه. اما اولین قدم به نظر من خودشناسی هست. من دوباره تعریف کنم تمام ارزش ها رو برای خودم و بعد از این که برای خودم تعریف کردم، اگه با یارم تو این رابطه صمیمانه هستم که امیدوارم تو این شرایط باشم، با اون هم میتونم مطرح کنم و بعد میتونم با بچه هام مطرح بکنم، توی جمع های خانوادگی مطرح کنم، بستگی داره چه داینامیکی داریم. اگر که هیچ کدوم از اینها نیست و من کسی هستم که میخوام پایونیر بشم برم برای اینکه این تغییرات رو ایجاد بکنم، پیش قدم بشم برای اینکه برم این تغییرات رو ایجاد بکنم، برای خودم تعریف کنم که چه چیزی هست که شاید حتی گرفتن کمک های حرفه‌ای هم به ما کمک بکنه که چه چیزایی میتونه خوب و سازنده باشه برای داینامیک خانواده، یا حتی فامیلی تراپی گرفتن، یعنی کل خانواده رفتن پیش یک متخصص و کمک بگیرن. اگه این شرایط رو نداریم، من همه این هایی که خیلی خوب و ایدئال هست رو میذارم کنار. من لاله میخوام این تغییر رو توی خانواده ایجاد بکنم. یک، خودم رو میشناسم، ولیوهای خودم رو میشناسم، اون بار و توشه‌ای که از خانواده خودم آوردم با خودم رو پیدا میکنم و میذارم جلو، و بعد از همه اینها میام شناسایی میکنم حریمم رو. حریم من اینه، مثلا من نمیخوام که این جمله به من گفته بشه. این یکیشه و ممکنه 50 تا داشته باشم. 50 تا رو من نمیتونم به عنوان یک اعلامیه برم بخونم، چون هنوز خودم رو به خودم هم حتی اثبات نکردم. ولی من میتونم با یک کلمه شروع کنم، اعلان کنم در شفافیت که بچه ها از این به بعد لطفا اگر که میخواین غذاتون رو میخورین، مثلا ببخشید بشقاباتون رو بذارین توی سینک، من غذا میپزم ولی تمیز کردن اینجا با شماست. روز اول انجام نمیدن، پا میشن میرن، من غذا نپزم. خب روز دوم غذا ندارم، من که گفتم من غذا میپزم، شما جمع میکنین، جمع نکردید که من بخوام بذارم، میتونید. و نترسم، نه اینکه روز اول نشد روز دوم بچه ها امروز پختم ولی دیگه نمیکنم. این عدم تداوم یا عدم تعهد به حریم خودم یک پیغام اشتباهی رو میده به خانواده.
وقتی یکی رو انجام دادم، دومی، سومی، چهارمیش رو انجام میدم، میتونم یه ذره که عادت شد دو سه تا چیز دیگر رو با هم انجام بدم. اما حواسمون باشه یه جاهایی سخت جمله هایی که به ما میگن. خانواده ما یا یار ما یا پدر و مادر ما یا خواهر و برادرای ما نقاط ضعف ما رو خیلی خوب میشناسن و اونجا میتونن انگشت بذارن. مثلا فرض کنید، من یاد گرفتم توضیح بدم که این مثالایی که من میزنم همه موقعیت های فرضیه، هیچ پدر و مادری لطفا ناراحت نشه یا هیچ همسری ناراحت نشه، موقعیت های فرضی یا خواهر برادری، من موقعیت های فرضی رو مثال میزنم. مثال میزنم، مامان من میاد دم خونه بدون این که به من بگه و من میاد تو و باید حتما اینجا، خب من بمونم گوش کنم به حرفش، مراقبت کنم برای اینکه ناراحت نشه از این که من ندیدمش و من از کار و زندگی خودم عقب میمونم. این حریم نداشتن، چون نه نمیتونم بگم. حالا فکر کنید من با مادرم حریم میذارم که لطفا به من بگین که کی میای، اگه نه من نمیتونم، کارهای دیگه هم عقب میمونه. و ایشون وقتی میاد اینجا بگم وای چقدر دلم میخواست که ببینم، ولی متاسفانه چون کارم مونده نمیتونم، ولی خودم شب میام سر میزنم یا خودم فردا زنگ میزنم، ایشون ناراحت خواهند شد ولی حریم مشخص شده. من توضیح بدم، چون مامان من یکی از فنهای لایوای ما هست، توضیح بدم که مامان من به زور باید بیارم میشون اینجا، فقط یه مثال هست. ولی آره، خب فقط میخوام بگم که یه موقع هایی ممکن آدم ها عکس العملایی رو نشون بدن، طبیعی، حتی ممکن دو روز جواب تلفنت هم ندن، ولی ایتس اوکی. اینجا اونجایی که من باید متعهد باشم به حریمی که گذاشتم و خودم رو حفظ بکنم، حریمم رو حفظ بکنم. یه سوال دارم لاله جون، توی اون مثالی که زدی راجع به قضا و ظرف جمع کردن و خانواده، اگه پدر خانواده بیاد وسط و اون چی کار میشه کرد؟ میدونین خیلی وقتا در روز دوم تو قضا رو، حالا من نمیدونم اصلا چنین کاری عملی هست یا نه، ولی اگه فرض کنیم که قضا پخته نشه و پدر خانواده بیاد و طرف بچه هاشو بگیره، اینجوری چی میشه؟ و یه سوال دیگرم دارم، اینه که آیا زنی که استقلال مالی نداره چقدر حق داره که حریم بگذاره تو خانوادهش؟ اینا مسائل حقیقیه که ما اینجا باش روبرو هستیم. درست. و اینا رو هم اگه صحبت کنی خیلی ممنون میشم. حتما. ببین، اگر رابطه اون زن و شوهر به طور مثال به گونه ای هستش که هماهنگ نیستن و اون احترام نمیذاره به حریم مادر، خب از اون قضیه بشقاب و قضا شروع نکنه، چون میتونه، چون همه این چیزهایی که ما میگیم توی بحث فرهنگ خانواده، فرهنگ محیطی و جامعه معنا پیدا میکنه. خب مثل دقیقا روسریه، خب به دلیل اینکه من توی ایران هستم و توی ایران میام، وقتی که توی ایران میام روسری سرم میکنم، حالا من اصلا کاری ندارم به چه شکلی، قانون من سرم میکنم. خب این میشه چیزی که اونجاست، خب من نمیتونم ازش، اگه حالا باره مثال بعدی زدم میام ازش بیرون. خب یه چیزایی میشه مسئله فرهنگی. خب بیاین به اون نگاه کنیم. توی فرهنگی که حالا مثال دوم رو میزنیم، طرف توی خونه هست، هیچ کار دیگه ای نمی کنه، هیچ شرایط مالی مستقلی نداره، یا اینکه مثلا هیچ کار دیگه ای نداره و خیلی چیزای دیگه، خب و وابسته است به همسرش و همسرش مثلا اون بحث خشونت خانگی رو داره، دامستیک وایلنس رو داره. حالا فکر کن روی همه اینا من بخوام یه همچین کاری بکنم، خب یک دعوا و غوغا و دست و پا شکستن اتفاق میفته و هیچ تایید نمیشه. نه تمام این چیزهایی رو که ما میبینیم، ببینیم یک، خودمون میتونیم انجام بدیم، دو، توی محیط خانواده میتونیم انجام بدیم، و سه، اطرافیان ما قابلیت اینو دارن که بفهمن و درکش کنن. یکیش اینه که من قابلیتشو دارم. به طور مثال وقتی بچه های من درس میخوندن، من به معلمشون میگفتم که کوچیک که بودن دبستان، به معلمشون میگفتم که رابطه بین شما و بچه من رابطه درسیه،
اگه درسش خوب نیست یا خوب هست به شما مربوطه و به شما برمیگرده. مسئله اخلاقی و انضباطیش به من مربوطه. اگر که اخلاق و انضباط مسئله ای داشت شما به من زنگ بزنید، ولی برای اینکه نمرش کمه یا زیاده به من اجازه ندارید زنگ بزنید. چه نکته خوبی. این حریم رو من با معلماشون همون ابتدا میذاشتم و خودم هم میتونستم بهش به این تعهد عمل کنم، در حالی که خیلی از مامانا این تعهد رو ممکنه بدن ولی بعد میگن درستو خوندی یا نه، نوشتی یا نه، دیکتاتو گفت بگم یا نگم، بیا ببینم بلدی یا نه. پس من وقتی نمیتونم خودم رو کنترل کنم نمیتونم یه همچین حریمی بذارم. و دومین مسئله اینه که بچه های من، اطرافی های من، خانواده من، خانواده اول من این رو میپذیره یا نه. اگر من بگم بشقاباتونو بذارین توی سینک و بعد یه کتک کاری بشه توی خونه، بهش نگاه کنم ببینم که اصلا میخوام ارزشش رو داره این کار بکنم یا نه. چون ما داریم در مورد یک جامعه بزرگتر صحبت میکنیم، ما توی مثلا اتاق مشاوره نیستیم، ببینیم چه چیزی رو میتونیم تغییر بدیم. شاید توی همین قضیه درس مثلا فردا حتی بچه من اونقدر مسئول بار نیومده باشه که حتی کتابش رو با خودش ببره مدرسه و من میخوام براش ببرم مدرسه و خیلی از این، اون وقت چی؟ پس اونم نمیتونه، اونم باید باش واضح بشه. و سومین مطلب، مطلب یه دایره بزرگتر هستش. ممکنه همسایه من به من بگه که آه تو نگاه کن اصلا به بچه‌ش هم توجه نمیکنه، آیا من میتونم این رو بگیرم قبول کنم یا اینکه من تحت تاثیر رو میخوام توضیح بدم چیزی رو دقیقا. من اگر همچین چیزی رو ببینم، یا مامان من بگه تو اصلا به بچه‌ها توجه نداری، اینها موقعی درسشون تو باهاشون کار نمیکنه. نه، این جمله‌ای که من واقعا همیشه میگفتم به اطرافیان هم میگفتم، شما بچه‌هاتون بزرگکنید، منم میخوام بچه‌هامو بزرگ کنم، لطفاً این قسمت رو شما وارد نشید. حریم اینقدر واضح بود که خیلی‌ها لطف کردن و وارد نمی‌شدن، و اونایی که وارد می‌شدن خب به هر حال یه ذره با یه پوش کوچولو یا جمله کوچولو برمیگشتن دور اون خطه. حریم ما این خطری که گفتم گاهی اوقات می‌تونه یه نرده باشه که اون نردهه کمک کنه آدما تشخیص بدن. ولی وقتی من تشخیص نمیدم، یکی از چیزاش اینه، من توضیح میدم. توضیح زیاد دادم به آدما، به آدما اجازه میده که بیان دخالت بکنن. میدونی؟ یعنی من خودم این حریم رو باز میکنم. بعد میگم نه، چرا نظر میدی؟ یه سوالی هم دارم، معذرت میخوام برای اینکه پرسیده بودن. اینکه رابطه، یعنی حریم مشاور و کسی که میره توی اتاق با مشاور درد دل میکنه، به هر حال یه مقداری هم صمیمیت ایجاد میشه، یه مقدار اسرار خانوادگی آشکار میشه، و بعضی کسی که این سوالو پرسیده بودن، مشاور ازشون در واقع حریمو به حریمشون تجاوز کرده بود و باعث آزارشون شده بود. میشه یه کمی هم راجع به اتیکت مشاور و اون کسی که به نزد مشاور میره صحبت کنی؟ حتما. اتفاقا برای من هم یک سوال اینجوری ارسال شده بود و مرسی که مطرحش کردیم. بله حتما. ببین، اولا من میخوام یه توضیح کوچیک بدم که ما فضای مشاوره فضای درد دل نیست، فضای درمانه یا فضای کوچ شدنه، راه حل گرفتنه، یعنی تکنیک یاد گرفتن و کوچ شدن یا تراپی و درمانه. در نتیجه اگر احساس میکنه که فضای مثلا خودمونی درد دلیه که من با مثلا همسایم دارم یا با دوستم دارم، بدونید که اینجا یه چیزی حریمه داره توی هم میره، واضح نیستش. خب این اولین مصرف، چون که میدونم که این اتفاق زیاد میفته و برای همین حواسمون باشه، و چون خیلی شبیه مدلی میشه که من دارم مثلا با دوستم درد دل میکنم، اون وقت این تفاوت رو دوباره متوجه نمیشم. یه چنین مثالی که زدم، پدر و مادر باعث میشن که من خشونت رفتار اونها با هم، خشونت کلامی یا احساسی یا فیزیکی یا جنسی رو تشخیص ندم. اینجا درسته. هم همینطور میشه، باعث میشه یه تشخیص ندم، در نتیجه استعاره های درست رو برای این تخصص استفاده بکنیم کمک میکنه که آدم ها هم راحت تر این رو تشخیص بدن که کجا وایسن. دومین مطلب این هست که مسائل جنسی مطلقاً بین مشاور و مراجع یا بیمار
اتفاق نمیفته. مطلقا همچین چیزی نیست. توضیح میخوام بدم که آن اتیکال هست، یعنی اینجا توی امریکا اگر کسی بره گزارش بده که این منو لمس فیزیکی کرد، میتونه اون فرد لایسنسش رو از دست بده و توی جامعه روانشناسان آمریکا اسمش اعلام میشه که ایشون مدرکش رو از دست، یعنی لایسنسش رو از دست داد، لایسنس با مدرک فرق. در نتیجه حواسمون باشه که این قضیه کاملا رد شدن از اون حد و مرز هستش. من اصلا در مورد بعضی از مدل های درمان خاص صحبت نمی کنم. این کلیتی است که ما داریم و 100% رعایتش میکنیم. وارد رابطه عاطفی شدن با مراجع مطلقا درست نیست. توی یک جایی وقتی مراجع به ما مراجعه میکنه، با کسی که داره کار میکنه میتونه بندازه اون احساس انتقالیش رو. مثلا من میشم مادرش یا پدرش، برای همین اون احساسی که ایجاد میشه احساسی است که اون به مادر یا پدر داره. در نتیجه ممکنه به من اینجوری نگاه بکنه و من ممکنه همین احساس راجع به اون داشته باشم مثل بچه‌ام یا مثل برادرم یا مثل نمیدونم پسر خاله‌ام که باهاش مسئله داشتم. میدونید در نتیجه من هم به عنوان یک انسان، چون روانشناس به حال انسانه، اون رو منتقل میکنم رو اون آدم، یعنی اونم یه چیزهایی رو توی من تریگر میکنه و اینجا من باید حواسم باشه که خیلی آگاه باشم به عنوان روانشناس که این کار رو نکنم و مراجع مراقب باشه که من اجازه ندارم اینها رو مطرح بکنم و این انتقال رو داشته باشم. در نتیجه این حد و مرز رو خیلی مشخص میکنه. مطلب سوم که توی تمام صحبتهایی که از حالا قرار بود که من یه ویدیو براش آماده کنم که داریم آماده میکنیم، میخوایم فقط تحقیقی و علمی باشه، این که تو بعضی از مودالیتی ها کسی که مشاور هست اجازه داره مطالب خودش یا تجربه خودش رو شیر کنه، جایی که کمک کنه تا مراجع مطلبش رو باز کنه، یعنی احساس امنیت بکنه. منتها این به این معنا نیست که من تمام وقت رو بگیرم. یک جایی میتونم بگم من پدرم رو که از دست دادم این تجربه تو رو داشتم و برای من این تجربه بود، ایتس اوکی okay. اگه کمک میکنه اون احساسش رو بگه. منتها در کل به عنوان یک قانون کلی مراجع باز نمیکنه، ببخشید مشاور باز نمیکنه خودش رو برای مراجعش. اما اینها مال قسمت تراپی هستش. تو قسمت کوچینگ مشاور ممکنه بیشتر حرف بزنه چون داره راه حل میده، یعنی کلاینت با یک سوال میاد، من قراره بهش راه حل بدم. توی درمان کلاینت ممکنه با یه سوال بیاد، من میرم ریشه رو پیدا میکنم، کمک میکنم که خودش پیدا کنه راه حل ها رو. این دوتا با هم فرق میکنن. حواسمون باشه که پیش کی میریم، برای مراجع، برای مشاوره یا برای کوچی. اما در هر حال اون چیزای اولیه 100% ولید هست. رابطه سکشوال و رابطه جنسی و رابطه عاطفی یا عاشقانه مطلقا نداریم. اینکه بیاد دستم رو بگیره، نداریم همچین چیزی رو. حتی ممکنه بعضی ها بیان به بهانه این که مثلا متاسفانه من دیدم. خیلی چیزا با تجربه میاد، خیلی چیزا با دانش میاد، ولی به محض این که گریه میکنه مشاور میره دستش رو میگیره یا اشکش رو پاک میکنه، نه اجازه نداریم این کار رو بکنیم. اولا اگر مشاوری نمیتونه اشک کلاینتش رو ببینه، معنیش اینه که میخواد فیکسش کنه، میخواد درستش کنه، هنوز رو خودش کار نکرده که اجازه بدون اشکشو اومده اونجا که اشکشو برید قرار نیست پاک کنه. این یه مطلب. مطلب دوم این که حتی اگر توی شرایطی هست که خیلی اضطراریه، میتونه دستمایکن نکس رو تعارف کنه بهش که برداره، یا اگه خیلی حال طرف بده میتونه بگه من اجازه دارم دستت رو بگیرم، یا میخوای دستت رو بگیرم، یا دوست داری که. حتما باید سوال بشه. اما اگر حال طرف بده، حتی اون سوال هم اجازه نداره بشه، به خاطر اینکه تو اون حال بد شاید آگاه نباشه چه بله یا نه میگه. اما این اصلا به این معنا نیستش که متاسفانه من میگم میبینم اینایی که میفرستن دستش رو اندامهای خصوصیش بذاره، یا بگه لباسش رو درار من ببینم، لباستو درار ببینم چه جوریه، یا حتی کلامی به من بگو صداهایی که در فلان موقع ایجاد میکنی چه جوریه که بهت بگم میترسونتش یا نه.
یعنی چی؟ اصلا ما همچین چیزایی رو نداریم. و خواهش میکنم که الان به اینترنت همه دسترسی داریم، کافیه فقط سرچ کنیم ببینیم که آیا همچین چیزی هست یا نه. اما یه چیزی رو میخوام بگم، گاهی اوقات من به عنوان مراجعه تو شرایطی هستم که نیاز به اون توجه و عشق دارم. برای همین وقتی از طرف مشاور خاطی این توجه و عشق رو میگیرم، فکر میکنم که اوه خواستنی هستم، برای همین اجازه میدم ادامه بده. لطفاً آگاه باشم. اینجا اونجایی که ولیوهای خودمون رو، باز اون خودشناسی ولیوها مهمه. ولیوهای من اینه، من آدمی هستم که نمیخوام این اتفاق بیفته، حتی اگه تو میگی از نظر علمی راهه، من نمیخوام این اتفاق بیفته. میدونی؟ یعنی خیلی راحت میتونم پاشم بیام بیرون یا بار دوم برم و بلافاصله گزارش بدم. خوشبختانه الان سایت های خیلی زیادی هستن که میتونن گزارش بدن. از خود ماهایی که هستیم برای اینکه بتونیم این خدمت رو بکنیم، هدفمون فقط آگاهی رسونی هستن، یا اینکه برن توی این کنن ببینن حقشون به عنوان یک مراجع هست. مصطفانه نه فقط توی مشاوره، شما پیش وکیل میرین، پیش قاضی میرین، پیش دکتر میرین، همه اینها. اینکه دکتر محرمه، نه دکتر محرمه معایدتون بکنه، دکتر اجازه نداره کار دیگه بکنه چون محرمه. یعنی این حد و حریم ها رو نه به بچه هامون یاد بدیم، نه خودمون بگذرونیم. اول برای خودمون این حریم رو بذاریم و اون حریم رو خیلی شفاف برای اطرافیانمون در هر شرایطی که هستن بیان کنیم. امیدوارم که جواب داده باشم. ولی اگر این اتفاق افتاد، فرناز جون میخوام این رو هم اضافه کنم. آره میخوام این رو اضافه کنم. اگر این اتفاق افتاد، هم برای خودمون مشاور از جای دیگه بگیریم، هم خودمون رو ببخشیم. چون من به عنوان یک مراجع نمیدونستم که حد و حریم چیه. این وظیفه مشاور شماست که بدونه. مرسی. من یه چند تا از این سوالا رو پشت سر هم بخونم، چون 3-4 دقیقه بیشتر وقت نداریم. لاله جون، وقتی در رابطه عاطفی مرز میذاریم و طرف مقابل رعایت نکنه، چجوری باید رفتار کرد؟ دوم اینه که حریم به اشکالی برمیگرده به شکل روابط. ما مثلا تعریفمون از دوستی و روابط و بعد ترس داریم و اینا رو هم صحبت کنیم. و نفر دیگه گفتن گاهی نمیدونم خودم راضی شدم یا تجاوز به حریمم شده و واقعیت اینه که نمیدونم چه چیزهایی رو حد و مرز خودم بدونم. یعنی کسی که نمیدونه چه جوری بدونه. شما گفتین، دو سه بار گفتین لاله جون، که خودشناسی لازمه. خودشناسی و چی کار کنه؟ خودشناسی چه جوری یاد بگیره؟ با کتاب، با کلاس، با مشاور؟ خودشناسی آدم چه جوری یاد میگیره؟ توصیه من برای خودشناسی این هست که اگه امکانش رو داریم، حتما پیشه بریم یه کلاس و با یه مربی شروع کنیم. فقط حواسمون باشه که با مربی سالم شروع کنیم، با مربی درست شروع کنیم. آره، خیلی مهمه. آره دقیقا مثل این که داریم توی جنگل میریم با یه بلد میخوایم بریم، حالا بلده خودش نابلد باشه، خب گم میشیم. بعضی از این معلم ها خودشون بله، یعنی قشنگ تجاوز میکنن کاملا. و این تجاوز میتونه روانی باشه، میدونی؟ بله. حتی ممکنه مثلا یک روانشناس این کار رو بکنه. حواسمون باشه، یعنی باورهای خودش رو بخواد به شما تحمیل کنه، اون رو هم حواسمون باشه داره مورد. توی ویدیوهای دیگه صحبت شده در مورد سوء استفاده احساسی و حریم شکستن و خود حریم ها. خواهش میکنم اونها رو عزیزان ببینن، خودمون رو بشناسیم. اگر که مربی شرایطش رو نداریم یا نمیشناسیم، کتاب هستش، یا عالمه کتابای خوبی هستش که مثلا نیمه تاریک وجود که شما خودت زحمت کشی، سفر قهرمانی، اینا همه کمک میکنه. ولی حواسمون باشه که اگر ما یتیم و معصوممون رو، هر دو رو فعال نکنیم، نمیتونیم مربی درست، راه درست از راه بد تمیز بدیم. برای همین حتما باید به مرحله درست بریم و بتونیم روی اینا کار کنیم. و در نهایت مشاوره و اینا که فوق العاده است. در نهایت این همه الان میگم توی ویدیوهایی که مثلا
خود من دارم درست میکنم توی پیجم، یه چیزی حدود 600 تا ویدیو هست فقط برای آگاهی رسونیه، نه تبلیغ نه هیچی، فقط آگاهی رسونیه. هر کدوم از اینا مشاورهای هفتگی میتونن، یه مشاوره یه تمرین آخرش دادم میتونن انجامش بدن. یا اینکه شما این همه چیزهایی که داری در مورد کتابات میگی و کتابای بسیار ارزنده که ترجمه کردی هستش، اینها رو همینطور، یا کتابایی که عزیزان دیگه ترجمه کردن، میتونن باهاش قدم به قدم جلو برن تا اینکه خودشناسی بکنن، ارزشهای خودشون رو بشناسن و حریماشون رو مشخص کنن. مرسی، مرسی لاله جون، خیلی خوب بود، خیلی ممنونم. و یک کامنتی هم بزنیم و ازتون تشکر میکنم، یه خودم کامنت ها رو گذاشتم که اگه چیز فوری بود که هنری نامطمئن بودن و یه کتابی پیشنهاد کردن گفتن خوبه و بقیه فقط محبت و این چیز هست. چجوری تشکر کنم؟ خیلی خوب بود، مرسی لاله. من همیشه کنارت احساس فوق العاده خوبی دارم و یاد میگیرم و مرسی ازت. مرسی از وجودت و موفق باشی برای این همه محبت هایی که داری میکنی. خدا حفظت کنه و قربانت. و مرسی از همه دوستانی که امشب بودین و وقت گذاشتین. ایشالله که فایده داشته باشه براتون و خدمت خوبی بوده باشه. مرسی از همه تون. شبتون بخیر. قربانت. شب بخیر.